تک وجود داره. من گفتم حداقل دو تک. خب دو تا تک وجود نداره، در نتیجه با یکی از این جفت الکترون ها پیوند یکگانه میره، پس شد این، تموم شد. این هم از ساختاریس NO2. حالا N2O، این هم چیه؟ اتم مرکزی. خب نیتروژن دیگه، نیتروژن میذارم وسط میشه این. حالا الان من ساختاری که رو رسم کنم، نیتروژن یا اکسیژن؟ نیتروژن، چون اکسیژن آخرین عنصریه که ما پیوندش رو رسم کنیم. نیتروژن میاد میبینی که خب اتم مرکزی که باز نیتروژن سه تا تک داره، پس میگه که خب اوکی، پس من یه پیوند سگانه با تشکیل میدم، اینم دو تا تک هشتایی بشه. بعد اکسیژن میاد، اکسیژن میبینه که خب اوکی، من تک ندارم، جفت دارم، در نتیجه با این جفت یه پیوند یکگانه میده. تموم شد. حل بریم بعد. ساختاری مولکول دو اتمی زیر رسم کنید. مولکول دو اتمی بچا مولکول دو اتمی دیگه، یعنی اتم مرکزی براش معنی نداره. اتم مرکزی نداری. درسته؟ بعضی رو میشه با قاعده قانون گفت، بعضی رو باید حفظ باشی تقریبا، و خلاصه که خیلی مهمن، یعنی حتما بدونیدشون. خب باقی رو حفظ نباشید خیلی راحت میتونید در بیارید، ولی شاید دو اتمی یکم در سر باشه برات. آقا O2 چطوریه؟ یه O دارم اینجوری که میخواد با یه O دیگه که اینجوریه پیوند بده. خب این دوره همدیگر نگاه میکنن، میبینن که دو تا تک وجود داره، در نتیجه پیوند دوگانه میدن. پس این میشه ساختار لوئیس O2. درسته؟ و من دارم خیلی ساختار رو میکشم براتون، این قیافش بد میشه. نیتروژن چی؟ نیتروژن میگه که خب اوکی آقا، من پیوند ساختارم اینجوریه. دو تا نیتروژن میگه ما اینجوریم. خب این دو تا همدیگر نگاه میکنن، میبینن که ما سه تا تک داریم، پس پیوند سگانه میدیم با هم دیگه. حل X2، X یا هیدروژن یا هالوژن. خب اگه هیدروژن باشه میشه این. خب این دو تا همدیگر نگاه میکنن، میبینن که ما یه تک داریم، پیوند میدیم با هم. اگه هالوژن باشه خب دقیقاً همین. یعنی هالوژن ها اینجوری هم دیگه بچه‌ها. درست؟ مثلا من فلور رو اینجا به من نمونه دست میکنم. خب یه تک دارن، در یه پیوند یکگانه میدن. تمام هیدروژن و هالوژن ها پیوندشون میشه این XX. حالا اگه هیدروژن باشه الکترون تکی نداره، اما اگه هالوژن باشه خب برای هر کدوم از این X ها بس سه جفت ناپیوندی بذارید. NO. N چی بچه؟ N رو من میذارم وسط. N اینجوریه. O چجوریه؟ خب O میاد این نیتروژن رو نگاه میکنه، میبینه که نیتروژن دوتا تک داره، در نتیجه پیوند دوگانه باش میده. این میشه ساختار لوئیس NO. CO چطور؟ CO از اونایی که تقریبا به ساختار لوئیسش رو حفظ باشین و ساختار لوئیسش در واقع میشه این CO. تنها جایی که تقریبا اکسیژن پیوند سگانه تشکیل میده. اوکی، ساختار لوئیس CO رو حتما بچه‌ها حفظ باشید. اوکی، با قاعده قانون اینجوری نمیشه قضیه رو حل کرد. با یه قاعده قانون دیگه هست، من پایین‌تر بهتون میگم، که حتی اگر هیچ عنصری رو بلد نبودی تعلیم بکنید، میتونید ساختار لوئیس رسم بکنید. یه قاعده خیلی کلی و کامل. اوکی، ولی با چشم بخواید رسم کنید CO رو نمیشه، باید CO رو حفظ باشید. اوکی، و از این CO استفاده میشه توی پایین تر. مثلا یادتونه من بالا میگفتم این هم گروه، پس ساختار لوئیسش دقیقاً اینجوری میشه. دقیقاً به همین شکل ما از CO استفاده های زیادی میکنیم. حتما ساختار لوئیس CO رو حفظ باشید. کربن و اکسیژن با هم پیوند سگانه دارن. آخه بعضی اوقات هست اتم مرکزی از قاعده هشتایی پیروی نمیکنه. مثلا چی؟ مثلا دارید هالوژن ها رو وصل میگنید. خب هالوژن گفتم که حتما الکترون تک میخواد. عموما هم همیشه در پیوند هالوژن هاست که این اتفاق میفته، مخصوصا در سطح کنکور. خب منظور اینجا از قاعده هشتایی پیروی نمیکنه بیشتر اینه که بین بالاتر از هشتایی. خب پایینتر از هشتایی خیلی معروف هست، ولی بالاتر از هشتایی عموما در پیوند هالوژن هست. پایینتر از هشتایی هم بهتون میگم. اوکی، حالا اگه اتم مرکزی از قاعده هشتایی پیروی نکنه چیکار کنیم؟ آقا اگه دیدی داشتی هالوژن وصل میکردی، دیدی که آقا هالوژن الکترون تک میخواد دیگه، خب الکترون تک نداری، چیکار میکنی؟ دو تا جفتتو باز کن، به عنوان دو تا تک در نظر بگیر. حل دو تا جفتو باز کن، تک در نظر بگیر، تموم شد. الان من میخوام CLF5 رو رسم کنم، درسته؟ خب من چیکار میکنم؟ من میگم که من اینو میذارم وسط. بچا در همین لحظه که من دارم ویدیو ضبط میکنم برق رفت. خیلی عالی بود، فوق العاده بود. یه لحظه اگه اجازه بدید من نور صفحه رو زیاد بکنم که بتونید تصویر من رو بهتر در واقع ببینید. خب فوق العاده بود. خب ساختار لوئیس CLF5 رو من میخوام رسم کنم. میگم که آقا CL چطوریه؟ CL اینجوریه.
داشتی گروه 17 7 الکترون در واقع ظرفیت داره. بعد من 5 تا اف باید بهش رسم کنم. خب یه دونه اف میاد این پیوند، یه دونه الکترون تک داره دیگه، پیوندش رو میده. حالا 4 تا اف مونده. خب اف اون میاد نگاه میکنم میگه خب الکترون تکی وجود نداره چیکار بکنم؟ پس من میگم که آقا هر یک از این دو تا جفتا رو باز کن به عنوان دو تا تک در نظر بگیر، یعنی اینو یه تک در نظر میگیره، این با یه اف پیوند، اینو یه تک، این با یه اف پیوند.